بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما رفقای نازنین. خیلی مخلصیم، میدونم دیگه از من بدتون میاد، انقدر که تستای فصل دومو حل کردیم، دست به قلم شدیم و انواع مثالاشو حل کردیم. این جلسه به آخرین جلسه حل تستای فصل دوم میپردازیم، به کاربرد اصل برنولی و اینها رو میخوایم با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که این فصل رو خوب یاد گرفته باشی. به این که این مثال ها رو حل کنی اکتفا نکن، قطعا باید خود مثال های خیلی بیشتری حل کنی. من سعی کردم که حالا سوال هایی رو که جدید هستن تو آزمون های آزمایشی و کنکور ها رو برات بیارم که اونها رو ببینی. بریم سراغ سوال اول. سوال 190 میگه از شیر آبی به سطح مقطع 1 سانتی متر مربع آب با تندی 5 متر بر ثانیه خارج می شود. 30 متر پایین تر از شیر آب سطح مقطع آب چند میلی متر مربع است؟ خب تو سوال رو دیدی و قفل کردی طبق معمول، چون چیزی که نمونه شو حالا ندیدی. ولی یه سوال بسیار روتین و خوشگلی است. آقا من چون که دلم میخواد مجهولاتم یه مقدار کم باشه، ارتفاع شیر آبم رو همین میگیرم برابر با 30 متر. آب از اینجا خارج میشه میاد پایین. میگه دانش آموز چرا این شکل رو اینطوری کشیدی؟ من الان توضیح بهت میدم، تا دقایق دیگر به این سوال جواب داده میشه. آقا من یه سوالی از تو دارم، قبول داری اینجا و اینجا انرژی مکانیکی چیه؟ تو انرژی مکانیکی نمیدونی چی؟ منم میدونم که تو نمیدونی انرژی مکانیکی چیه. به خاطر همین من فرمول انرژی مکانیکی برات مینویسم. میگم مجموع انرژی ها، انرژی جنبشی به علاوه انرژی پتانسیل، که راجع به این مفصل در فصل کار و انرژی همش راجع به این داریم صحبت میکنیم. همین کل کار و انرژی همین کا به علاوه. خب من میگم این دو تا نقطه، مثلا این یک، این نقطه دو، انرژی اینجا با انرژی اینجا برابره، چون اطلاف انرژی نداریم. الان مثلا من از اینجا بپرم 2 متر پایین تر، اگه اطلاف نداشتم انرژیم یکیه. اول انرژی جنبشی برای پتانسیل، دوباره تم انرژی جنبشی برای پتانسیل، مجموع انرژی من تغییری نمی کنه. قانون بقا، بابا قانون بقای انرژی ما داره. این همه ما صحبت کردیم انرژی نابود نمیشه که، یا حالا یا باید به گرمایی به یه چیزی بالاخره باید تبدیل بشه. خب E1 برابر است با E2، یعنی K1 به علاوه U1 برابر با K2 به علاوه U2. اگر نمیدونی K چیه، داداش کوچیکت بپرس. 1/2 MV1 به توان 2 به علاوه MJ مساویه با K2 1/2 MV2 به توان 2 به علاوه MJ2. اینجا یک. خب من اینجا رو گرفتم مبنا، یعنی ارتفاع رو من اینجا دارم بررسی میکنم. اول ام ها رو با هم دیگه خیت بزنم بره. ام ها رو، این از ام ها که خط خورد. حالا تو اینقدر تو مخ این ژ ها رو هم خط میزنی، بابا اینجا دیگه ژ نداره که، داره چجوری میخوای خط بزنی با هم دیگه؟ اینقدر تو در ریاضیات میلنگی. خب V1 تندی اینجا رو بهم داده چقدر؟ خودش گفته با تندی 5 متر بر ثانیه داره خارج میشه. منم همینو میذارم. 5/2 = 25/2 به علاوه J1. ببین الان ارتفاع اینجا 30 متر ضرب در 10 میشود 300. همین چیزی هم به SI میذارم که حالا جلوتر میبینی چرا. این مساویست با 1/2 V2 به توان 2. من ندارم V اینجا رو که من ندارم، V2 رو بنده ندارم، برای من مجهوله. منم فعلا مجهول نگرش میدارم. V2 به توان 2 تقسیم بر 2. ببین همه این دوها با هم دیگه فرق دارن ها. این V2 یعنی V حالت دومه، این توان 2، این تقسیم بر 2ه. چیا رو باید به تو توضیح بدم؟ J2 آقا ارتفاع اینجا چقدر؟ 0 دیگه، من اینجا رو گرفتم مبنا، پس کلا این میشود برابر با 0، پس این به علاوه 0 میشه. همه رو ضرب در 2 میکنم که اینها بپره، میشود 25 به علاوه 600 مساویست با
وی دو به توان دو، که از اینجا عرضم به حضور شما وی دو میشه از 625، وی دو شما در میاد 25 متر بر ثانیه. این هایی 25 ضرب در 25 کنی همین 625 به دست میاد. خب بچه ها، من سرعتم رو در اینجا به دست آوردم، اینجا هم دارم، اتفاقا من مساحت اینجا رو هم دارم، یه عددیه. حالا که من از بحث انرژی مکانیکی و اینکه انرژی نباید نابود بشه سرعت اینجا رو به دست آوردم، حالا میرم تو بحث معادله پیوستگی. من چون که چیم، من بنده خدا، من چی میخواد؟ سطح مقطع آب اینجا رو میخواد، آه اینجا رو میخواد، آ دو رو میخواد، اینجا رو میخواد از تو، این رو مساحت اینجا رو از شما میخواد. پس حالا میرم تو معادله پیوستگی، مینویسم آ یک V1 برابر است با A2 V2. الان میخوام همین مثال عددا رو توش جایگذاری کنم. V چقدره؟ 5. این A1 V1 دیگه، A1 V1 برابر با A2 V2. A اینجا چقدره؟ خودش گفته عرضم به حضور شما 1 سانتی متر مربع. من میذارم 1 سانتی متر مربع. تبدیل واحد تو چند تا کار میتونی بکنی؟ یکی اینکه همه رو اول به SI ببری، بعد تش به SI به تو میده، ببری بعدش به میلیمتر مربع. یکی اینکه اینجا همینجا سانتیمتر مربع نگرداری، تب میلیمتر مربع ببری. یکی هم که همینجا اینو تبدیل به میلیمتر مربع کنی، فرق نمی کنه. من فعلا خود سانتیمتر مربع رو نگرش میدارم تا انتها، میشه 1 سانتیمتر مربع. حواسم هم هست که واحد این سانتیمتر مربع ضرب داره. سرعت اینجا چقدره؟ 5. حواسم هم هست اینجا سرعت متر بر ثانیه است، این برابره با آ اینجا چقدره؟ نمیدونم. آ دو ضرب در وی اینجا چقدره؟ وی اینجا رو به دست آوردم، 25. این متر بر ثانیه است. وقتی این متر بر ثانیه، اینم متر بر ثانیه، این سانتی متر مربع باشه، قطعا این هم سانتی متر مربع خواهد بود، که از اینجا آ دو بنده، آ دو بنده به دست میاد 1/5. واحدم بچه ها چیه؟ سانتیمتر مربع. من چی میخوام؟ میخوام ببینم 1/5 سانتیمتر مربع، یا حالا اگر دو طرف هم صورت و هم مخرج و ضرب در دو کنم میشود 2/10 سانتیمتر مربع چند میلیمتر مربع؟ میلیمتر مربع. دیگه اینا رو باید دستت را افتاده باشه دیگه. این در یه 10^2 فرق رو هم میشه 20 میلیمتر مربع، ولی چون تو نمیفهمی من یه مقدار بیشتر توضیح بدم، میگم 2/10 دارم، سانتی رو میخوام نابود کنم، پس یه دونه سانتی به توان 2 رو میندازم، این 2 برای اینم است، میندازم پایین، خود سانتی دسی سانتی 10^-2 به توان 2، 10^-4 میلی رو میخوام تولید کنم، میلی هم به توان 2، این متر به توان 2 نیست، این میلیه به توان 2، دسی سانتی میلی خودش 10^-3 به توان 2، 10^-6، اینها با هم دیگه ساده بشه میاد بالا، عرضم به حضور شما میشه 10^2 میشه 2/10. 2/10 ضرب در 10^2 یا میشود برابر با 20 میلیمتر مربع، گزینه دوم. خب بچه ها بریم سراغ سوال بعدی، سوال 191. میگه اگر جهت چرخش توپ فوتبال و مسیر حرکت اولی ها مطابق شکل زیر باشد، جهت نیروی خالص وارد بر توپ کدامه؟ جهت حرکت اینه، میگه توپم اینطوری داره میچرخه، عینوی ساعت، ببین اینطوری فلش کشیده برات، اینطوری داره میچرخه. خب تو فیزیک یاد نگرفتی و من هم به این موضوع واقفم، پس بریم با هم دیگه فیلم ببینیم. فیلم آره بابا، فیلم قشنگتره. این گلی بود که روبرتو کارلوس به فرانسه زد، این فیلم رو ببینیم با هم، من یه توضیحی راجع به این به شما بگم. بله بحبی که واقعا عالی بود. نگاه کن ببین که چه کاتی این توپ داره میگیره، چقدر این توپ داره میچرخه، نگاه کن
میچرخه و میاد میره اونجا. این چرا این اتفاق میفته؟ نگاه کن، نگاه، اوه 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 اوه. فوتبالیست هم میخوای بشی، یه فوتبالیست خوب بشو. هرچی میخوای یاد بگیری باش، یه سه خوب یاد بگیر در عوض. خب ببین، الان ما هم همونه، بریم ما هم دیگه سوالمون رو حلش کنیم. خب با من بیا پای تخته. خب بریم بچه ها. این جهت حرکت هم، اینم جهت چرخش هم. وقتی توپ داره میره بالا، قبول داری مقاومت هوا جهت هوا به سمت پایینه، یعنی همچین چیزی، مثلا یک همچین چیزی. من اسم اینو میذارم هوا. یه طرف پایینه دیگه، در این از آشو که دستتو ببری بالا، هوا به طرف پایین اعمال میشه. خب من از تو یک سوالی دارم، یک سوالی بنده از شما دارم. قبول داری که در سمت راست این چرخشه با این هوای، ببین اینجا اینطوری داره میچرخه، اینجا اینطوری داره میچرخه، در سمت راست این دوتا با همدیگه هم جهت شدن، پس تندی زیاد شده چون هم جهتن، ولی اینجا خلاف جهتن، این اینوریه، هوا اینوریه، پس اینجاها غیر هم جهت، پس تندیشون کمه. آقا جون، حالا اصل برنولی چی میگفت؟ میگفت که جایی که تندی زیاده فشار کمه، و جایی که تندی کمه فشار زیاده. و بهت هم گفتم نیرو از کدوم ور داره به کدوم ور اعمال میشه؟ جایی که فشار زیاده به سمتی که فشار کمه. پس نیرویی که داره اعمال میشه از فشار زیاده به فشار کم است. دقیقاً آقای روبرتو کارلوس هم همین کارو انجام داد که تونست اون گل قشنگ رو بزنه. پس جهت نیروم در گزینه یک به درستی نشون داده شده است. بریم سراغ سوال بعدی. 192 میگه فشارسنج شکل زیر را در مکانی که فشار هوا 72 سانتی متر جیوه است قرار میدهیم. خب ما اینو یاد گرفتیم که اولا به اینا میگفتن بارومتر برای چی استفاده میشه؟ برای اینکه فشار جو رو به سنج پی صفر و اینا رو بهمون بگه. خودش میگه 72 سانتی متر جیوه است، پس این مایه داخل اینجا اندازه 72 سانتی متر میاد بالا. قرار میدم اگر روی سطح جیوه، یعنی اینجا اینجاها، جریان شدید هوا ایجاد بشه. وقتی جریان شدید هوا ایجاد بشه یعنی تندی داره زیاد میشه، پس فشار کم میشه. فشار اینجا کم شد، ارتفاع جیوه درون لوله فشارسان چند سانتی متر میشود. خب من میدونم فشار اینجا رو کم کنم طبیعتاً، ببین اگه من زیادش کنم، من اینجا برای اینکه با اینجا هم فشار بشه مجبوره که مایه بره بالاتر. وقتی فشار اینو کم کردی، اینم مقدار ما چون اینجا خلأه، مایه اینجا رو کمش میکنه تا اینکه فشار اینجا با اینجا برابر بشه. پس ارتفاع جیوه درون لوله فشار سنگ چند سانتی متر میشود؟ کمتر از 72 سانتی متر. گزینه دوم. بریم سراغ سوال بعدی. 193 میگه با حرکت جریان هوا در لوله افقی با سطح مقطع متغیر مطابق شکل، سطح مایع در لوله های عمودی متصل به ظروف حاوی مایع های 1، 2 و 3 مطابق شکل زیر خواهد بود. کدام گزینه رابطه چگالی سه تا مایع رو به درستی نشان میده؟ خب این دوتا توی ترازن، این اومده پایین تر قرار گرفته. خب بریم ما هم دیگه سوالمون رو حل کنیم. من این شکل رو برای شما کشیدم. بچه ها قبول دارید که اینجا با اینجا با اینجا همه پی صفره دیگه، پی هوای اینجاست دیگه، همه اینا پی صفره. خب من اسم اینجا رو بذارم مثلا نقطه M، اسم اینجا رو بذارم نقطه N، مثلا اسم اینجا هم بذارم نقطه K، فرق نمی کن. من از شما یک سوالی دارم. الان این نقطه مثلا نقطه موز، نقطه موز اینجا، نقطه آناناس اینجا، هم نقطه سیب. حالا چون تو دوست داری تو میتونی بذاری دو سیب چون دلت میخواد، ولی من میذارم سیب، تو دلت میخواد بذار دو سیب. خب اینه، این تو مدلتون طوریه. من از تو یک سوالی دارم. آقا قبول داری که الان فشار اینجا و اینجا با هم دیگه برابره و
اینجا یه دونه روژه هاشه به علاوه پی ام. پس اینجا می نویسم پی صفر که فشار اینجا برابره با یه دونه روژه هاش، اسمش بودم روژه هاش یک، به علاوه پی ام، همین برابره با اینجا پی آناناس. دوباره روژه هاش یک، حالا هاش دو چون با هاش یک دقیقا ما هم دیگه برابره، من اسمشو میذارم هاش دو، ولی بذار میتونی هم بذاری هاش یک، به علاوه پی ان، فشار هوایی که اینجاست، به این دوباره مساویه با یه روژه هاش سه. روژه هاش سه عرضم به حضور شما که به علاوه پی کا، به علاوه پی کا تموم شد، مثال منده حل شد. این جاکیچ اصلا چرت و پرت آتش خاله، میتونیم بذاریمش کنار، ما اصلا کاری به بررسی اونها نداریم. من الان میدونم همه این ستا با هم دیگه برابر هستن، این ستا با هم دیگه برابرن. من از تو یک سوالی دارم، قبول داری که اینجا از به خاطر اصل عرضم به حضور شما برنولی که میگفتم آ اگر کمه در نتیجه فشار هم کمه، اینو از کجا میگفتم؟ میگفتم آ که کم باشه تندی زیاده، تندی که زیاد باشه طبق اصل برنولی فشار کم هستش، یه ترکیب معادله پیوستگی و اصل برنولیه با هم دیگه. آ کم باشه فشار کمه، پس پی ام بزرگتر از پی ان هست، ولی پی ان چون دیگه مساحت تغییر نکره با پی کا با هم دیگه برابر هستن. حالا من میخوام اینا رو با اینا مقایسه کنم با هم دیگه. بچه ها اینجا رو یک رو دو رو سه خواهد بود. خیلی خوب، حالا من میگم الان این دوتا رو با هم دیگه ناکن، من اینو اینم دارم با هم دیگه مقایسه میکنم، این یکه با این دو رو دارم بررسی میکنم، پی ام از پی ان بیشتره، پس این نسبت به این بیشتر، الان این دوتا رو دارم مقایسه، پس رو یک ژ هاش یک کوچیکتر از رو دو ژ هاش دوه، رو یک ژ هاش یک کوچیکتر از، به این چون این از این بیشتره و کلا مساویه، این باید از این کمتر باشه، رو دو ژ هاش دو، هاشا که برابر اینا یکیه، پس این از این باید بیشتر باشه، پس یه دونه رو دو بزرگتر از رو یک، اینجا نتیجه گرفتم. حالا برم دو سه رو با هم دیگه مقایسه کنم، یعنی اینو با هم دیگه مقایسه کنم، میگم پی ان با پی کا با هم دیگه برابر، حالا دیگه این دوتا رو دارم با هم مقایسه میکنم، اینو دارم مقایسه میکنم با هم دیگه، این دوتا با هم دیگه برابر، ایناش پی ان با پی کا با هم دیگه برابر، یعنی رو دو جه هاش دو با رو سه جه هاش سه باید با هم دیگه برابر باشه، یعنی اینکه رو دو جه هاش دو مساویه با رو سه جه هاش سه. رو اینا که چی خیت میخوره، اصلا کاری من با اینا ندارم، رو دو هاش دو رو سه هاش سه، من میدونم هاش سم انقده ولی هاش دوم انقده، این از این بیشتره، این دوتا میخوان با هم دیگه مساوی قرار بگیرن، عرضم به حضور شما که این دوتا که حالا میخوان با هم دیگه مساوی قرار بگیرن، باید عرضم به حضور شما که این از این کمتر باشه، یعنی رو دو کوچیکتر از رو سه باید باشه. فهمیدم رو دو از رو یک بزرگتره، الانم فهمیدم که رو سه از رو دو بزرگتره، اینم میشه رو سه، یعنی رو سه بزرگتر از رو دو، رو دو هم بزرگتر از رو یک، گزینه اول. سوال بعدی سوال 194 میگه در شکل زیر هنگامی که شیرهای یک و دو، این شیره از توش هوا میاد اگه بازش کنی، شیر دو اگه بازش کنی مایع میاد، شیرهای یک و دو بستن، سطح مایع در لوله های آ بی و سی در تراز یکسان قرار میگیره. ما میدونیم وقتی که ما مایع های ساکن رو بررسی میکردیم کاری نداشتیم، میگفتیم تو یه مایع در یه خط تراز همینطوری همه انقدر بالا پایین وای میسن تو تا یه خط تراز همشون وایسن عین اینا، ولی وقتی شیرا هر کدوم اینا رو واکنیم دیگه بحث شاره هایی که در حرکتن به وجود میاد دیگه، اصل برنولی رو نمیدونم معادله پیوستگی و این خزعبلات به وجود میاد. ببینیم حالا بریم ببینیم کدوم یکی اینا درست هست. من از گزینه یک رو بحثم بررسی کنم، میگه اگر شیر یک باز شود، شیر یک بچه باز بشه و جریان هوا از چپ به راست ایجاد گردد، سطح مایع در لوله B بالاتر از بقیه لوله‌ها قرار خواهد گرفت.
خب بچه ها اگه این شیره اینجا باز بشه، من میدونم چون که آ خیلی زیاده پی هم خیلی زیاد میشه دیگه، 10 دفعه به توضیح دادم. پس قطعاً چون پی خیلی زیاده فشار اینجا میاد پایین‌تر، پس این پایین‌تر از بقیه قرار میگیره. پس این گزینه یک. میگه اگر شیره یک باز شد و جریان هوایی از چپ به راست ایجاد گردد، سطح مایع در لوله آ بالاتر از بقیه قرار خواهد گرفت. نه، الان فشاری که اینجا هست از فشاری که اینجاست بیشتره، پس این کم میره یه مقدار پایین تر، سی از همش بالاتر قرار میگیره، چون اگه این باز بشه این کمترین فشار رو اینجا داره. گزینه سه رو بررسی کنم. میگه اگر شیر دو باز، حالا دیگه مایه رو باز کنیم، شیر دو باز شد و جریانی پایا از مایه از چپ به راست ایجاد گردد، سطح مایه در لوله بی بالاتر از بقیه لوله ها قرار میگیرد. من اینجا رو دو رو که باز کنم، اینجا سطح مختم از همه بیشتره، پس فشارم از همه بیشتر میشه. برای اینکه فشار از همین بیشتر بشه باید سوپر مایه خیلی بیشتری رو داشته باشم، پس دقیقا همین گزینه درست هست. چون من اینو بازش کنم اینجا بیشترین فشاره، پس باید بیشترین ارتفاع هم تو همین لوله داشته باشم، میشه گزینه سوم. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 195. میگه اگر با بهره گیری از یک شیر قطر مقطع گذر آب در لوله ای را نصف کنیم، سرعت آب خروجی چند درصد افزایش می‌یابد؟ من میدونم وقتی سطح مقطع کم بشه سرعت یا تندی میره بالاتر. معادله پیوستگیم چی میگفت؟ میگفت A1V1 برابر است با A2V2. خودش گفته قطر مقطع گذر آب رو نصف کنیم، یعنی D2 برابر با D1 دوم، درسته؟ D خودش برابر چیه؟ نمیدونم. آب خودش برابر چیه؟ P D2 چهارم. اون P و چهارم این آتاشخال بود. تاش به این میرسیدم که اگر D1 برابر با دو تا D2، A1 هم برابر با چهار تا A2. چرا؟ چون P D2 به توان دو داشت بابا، ده دفعه P D2 چهارم. این قطره اگر با شامی نویسی میشه P R2. این هایی. حالا برم سراغ این که ببینم سرعت آب خروجیش هم برابر آ یک چهار برابر آ دوه. معادله پیوستگی دارم، پس از اینجا میفهمم که وی دو من برابر با چهار تا وی یک هم خواهد بود. دقیقا جاهاشون برعکس میشه دیگه، وی دو چهار برابر وی یک هستش. خب من چون میخواد درصد تغییرات آب رو از بنده، تندی آب رو میخواد، میشه چی دیگه؟ ده دفعه گفتیم دلتا وی به روی وی یک ضرب در صد. دلتا ویم چیه؟ وی دو به روی وی یک. به جای وی دو می نویسم چهار تا وی یک منهای وی یک تقسیم بر وی یک. این می شود سه تا وی یک تقسیم بر وی یک، کلن می شود سه ضرب در صد که به درصد بهم بده می شود سیصد درصد. گزینه